Fikrim je kono moj kaka se onas, tu bože nas hodu tonas, sa do pa se ne kosmikna. Afshe tais. خب دکتر صاحب محترم سیستم فعلا ما انشالله او را میخوانیم سیستم هیمات آنکولوژی است سیستم کاردی واسکلر سیستم ما او را میخوانیم سیستم هیمات آنکولوژی یعنی سیستم خون و سرطان های خون خب ما اینجا یک چی ماندیم یک کورس ماندیم که میشه که یک برین استورم کنه پیش شما Have you ever thought about the significance and role of blood in your body and life؟ راستی هم تک چیز است آیا کنم وقت درباره ارزش خون در زندگیتان در بدنتان درباره در صحتتان فکر کردین که چی یک رول بزرگ خون در بدن ما شما در زندگی ما شما داره و این سیستم تقریبا وقتی که ما اینو خواندیم از نظر صحی و از نظر علم طبابت میبینیم که واقعا چی یک سیستم است که یک شاهکار خداوند در وجود انسان ها در خلقت انسان ها است که انسان ها اکثر مخلوقات مثل حیوانات انسان ها اینا کلشن اما خون که چی یک ارزش مهم در بدن ما شما داره و چی وظایف عمده و اساسی در بدن ما شما پیش میبره و مثل تمام سیستم های دیگه دکتر سبا سیستم هیمات آنکولوژی هم یک از سیستم های خیلی مهم است که شما زیاد امراض روبرو میشین با کیس هایش مواجه میشین با موارد یعنی در شفاخانه که باشین یا حتی از مردم های عام حتما سوال هایی که مربوط به سیستم هیمات آنکولوژی میشه از شما پرسان میکنن من مطمئن هستم پیش از این شاید مواجه شده باشین که یک از درباره گروپ خونش از شما پرسان کرده باشه این چیزای عادی روزانه است که شاید ما با مواجه شیم و در غیر از در شفاخانه که میرین در هر بخش که باشین دکتر صاحبا موارد مربوط به سیستم هیمات آنکولوژی زیاد سر میخونین مثلا ما انمیال دستاش از کل چیز که زیاد که مواجه میشیدیم امرای دواهایی بود که در بخش هیمات آنکولوژی استفاده میشد وارفارین هپارین در هر مریضای هر بخش در هر وارد که میرفتیم یا مریضایی که مشکلات خون داشتن اینا که انشالله ما مطمئن هستم که با ختمی سیستم ما شما یک نالج بسیار خوب از سیستم خود گرفتیم قسمی که همه ما شما میفهمیم سیستم می تدریسی ما شما در پانتونا یک مقدار مشکلات داره مثلا سیستم هیمات آنکولوژی شاید همه ما شما خوانده باشیم اما بسیار منظم و خوب نیست که مثلا ما یک انت دانش خوبی بگیریم که بتونیم از کلینیک استفاده کنیم به درد ما شما بخوره یا بتونیم حداقل سوالایی که از ما میشه اونها رو جواب بدیم یک جایی که مواجه میشیم یک کسره کمک کرده بتونیم اما این سیستم میلی یعنی منابعی که ما استفاده کردیم بسیار هم معلومات اپدیت است بسیار منظم است که وقتی که اینو بخونی یعنی حتما یک آیدیا درباره این پیدا میکنی دیگه انشالله شروع میکنیم و پیش از اینکه شروع میکنیم پیش از یک آوتلاین گذاشتیم که روی موضوع درسی بریم که کدام موضوعات سیستم هیمات آنکولوژی رو ما میخوانیم انشالله ما امبریولوژی چه خواندیم چون موضوع صنف ما ممیز کنیم سیستم استادی ما شما میکنیم یعنی هر سیستم مثل کاردی واسکلر سیستم امبریولوژی چه خواندیم اناتومی چه خواندیم فیزیولوژی چه خواندیم پاتولوژی و فارمک چه خواندیم اینا ما تو در سیستم هیمات آنکولوژی هم به شکل پیش میریم و خوبی سیستم ما از سیستم های درسی دیگه دمی است که دکتر سبا تو منظم تمام موارد یک سیستم میخوانیم و یک آیدیا مشخص راجع به ازو پیدا میکنیم و انشالله ما مطمئن هستم کسایی که معلومات دارن درباره یو سی میلی و می سیستم درسی بسیار یعنی هم نالج علمی شما را بلند میبره و هم شما را قادر میسازه که در بسیاری از امتحانات های نشنال یعنی ملی و بین المللی چی کنین بسیار خوب را سپری کنین و حتی یعنی در صحیح کارتان بسیار یک نالج خوب میداشته باشین دیگه امشب موضوع ما امبریولوژی سیستم هیمات آنکولوژی است و موضوعات که ما در امبریولوژی سیستم هیمات آنکولوژی میخوانیم چهار موضوع خیلی مهم است یکی فیتال اریتروپویزیس است هیموگلوبین دیولپمنت است گروپ های خونی است بلاد گروپس است که در قسمت گروپ های خونی ما موضوع هیمولایتیک دیزیز اف نیبرن هم تشریح میکنیم یعنی امراض که باعث تجزیه خون در نوزاد میشه که شامل آرجین کامپتیبیلیتی و ای بی یو اینکامپتیبیلیتی میشه و همچنین موضوع بلاد ترانسفیوژن هم در گروپ های خون میخوانیم دیگه در مجموع این سه موضوع را دکتر صاحب شما میخوانیم کدام موضوعات است؟ فیتال اریتروپویزیس، هیموگلوبین دیولپمنت و گروپ های خونی که در قسمت گروپ های خونی هم نقل و دم امین خون که میگیرن برای ترانسفیوژن هم میخوانیم و مشکلاتی که مربوط به برای ترانسفیوژن میشه و همچنان هیمولایتیک دیزیز اف نیوبرن. خب دکتر صاحبا در قسمت فیتال اریتروپویزیس چی چیز مهم است زیاد؟ اینجا در سلاید ما میبینین باش من یک پوینتر استفاده کنم که واضح تر معلوم شه. این سلایده که میبینین دکتر صاحبا در اینجا امی مراحل خونسازی را
ده موجود زندان شامید یعنی ده وقتی که ما بعد از یک فرتلایزیشن صورت میگیره و امبریو و تشکل پیدا میکنه، یعنی می خونسازی ده بدنش به چه شکل شروع میشه و ده کدام اعضا صورت میگیره، یعنی می موضوع ده فیتل ایریتروپویزیس ما میخوانیم. ایریتروپویزیس یعنی خونسازی در جنین. در جنین خونسازی چطور صورت میگیره تا بالاخره ما شما که ادالت هستیم، درست است؟ آره دکتر سبا، اینی گراف من اینجا زیاد تشریح نمی کنم چون این گراف دک صفحه بعدی هم آوردیم، ولی می خواهیم یک معلومات عمومی از این گراف بگیریم. این گراف چی نشان داده؟ یکی خو اینی اعضا را نشان داده که خونسازی در کدام اعضا صورت میگیره و در بالا شما جستشنل ایج میبینید، یعنی سن حملی ده که طفل در کدام هفته ها قرار داره و نظر بین سنای حملی شما میبینید که در کدام هفته ها در کدام عضو دمی جنین خون ساخته میشه، درست است؟ الان میبینیم که اولین مرحله وقتی که فرتلایزیشن واقع میشه و طفل به مرحله فیتاس داخل میشه، یعنی جنین گفته میشه، در هفته های اول کمتر از 12 هفتگی، یعنی در یولک ساک یا کیسی زردک یک ساختمان رشیمی است، در اونجا خون ساخته میشه، هموگلوبین در اینی میجا ساخته میشه دکتر سایبا یولک ساک. بعد از اون ببینین در هفته های ده دیگه گفته میتونیم ده تا 32 و حتی یا حتی ببینین تا نزدیکای برد در لور ساخته میشه و بعد از او در بون مرو رو میبینین. بون مرو از امو قسمت های میدترم شروع میشه تا به آخر، یعنی تا وقتی که ما ادولت میشیم حتی در ما و شما وظیفه مخ هضم است که خونسازی کنه. این میشه اینجا جمع کنیم در این سلاید امو مسائل را که در او گراف دیدیم اینجا جمع میکنیم که چهار عضو خونساز داریم دکتر سایبا. ایریتروپویزیس خونسازی در این چهار عضو صورت میگیره: یولک ساک، لور، اسپلین، بون مرو. یورک ساک خو گفتیم کیسه زرد است، از ساختمان های رشیمی است که فقط 3 الی 8 هفته اول رچ میکنه و خونسازی میکنه و لور خود کبد ما شما هم میتونه خونسازی بکنه و ای از هفته ششم الی زمان تولد ما شما میتونه خون بسازه، ولی بعد از تولد خونسازی در لور قطع میشه و دیگه خون نمیسازه. همونطور اسپلین، اسپلین در یک مدت بسیار کم خون میسازه که امو میدترم پرگننسیز در وسط زمان حمل، یعنی در وسط امو هفته های سن حملی که هفته 10 الی 28 میشه اسپلین یا تحال خونسازی میکنه و بعد از بون مرو است و مخ هضم است که از هفته 18 حیات داخل رحمی شروع به خونسازی میکنه الا زمان ادالتنس یا امی سنین کهولت، بلوغیت و کهولت. خب ای در کل دکتر سبا موضوع فیتال ایریتروپویزیس زیاد مسائل مغلق نداره. اینیم چند نقطه اساسی که همینجا گفتیم، اینیم اینه که ما شما بفهمیم کاملا کافی است. چهار عضو خونساز را که ما بشناسیم و یکی در کدام زمان خونسازی میکنن. خب دکتر سبا محترم، آله موضوع بعدی ما هموگلوبین دیولوپمنت هستن. در قسمت هموگلوبین دیولوپمنت خود از این چی موضوع است، چی میخواد با ما شما بفهمانه، یعنی انکشاف هموگلوبین در بدن ما شما میگه. ما تا فعلا خوشی خواندیم اعضای خونسوز خواندیم، اینا رو دکتر سبا یعنی خون یا هموگلوبین کدام تغییرات کدام انکشاف از وقتی که ما فرتلایزیشن صورت میگیره و فیتاس هستیم حیات داخل دهمی تا بعد از اینکه برد واقع میشه، تولد واقع میشه و ادالت، یعنی چقدر تغییرات هموگلوبین میاد و هموگلوبین چطور رشد میکنه و چطور تغییرات داش می، یعنی میری موضوع را موضوع هموگلوبین دیولپمنت میگن. پیش از اینکه ما این دیولپمنت هموگلوبین از یک امبریو تا فیتاس تغییر میکنه، امبریو رو میفهمیم که هفته های کاملا اول دکتر سایو 3 الی 8 هفته به نام امبریو یاد میشه، رشیم یاد میکنیم جنین. بعد از هفته 9 الی زمان ولادت ما به طفل میگیم که جنین، یعنی فیتاس میگیم. بعد از تولد خونم برای دوره های مختلف اینفانسی و گپا برش میگن که نوزاد گفته میشه و بعد از چایلدهود است و دوره سکول است و بالاخره ادالتنس است، اینی دوره. اینا ما هموگلوبین دیولپمنت نوید میخوانیم که از زمان امبریونی تا زمان فیتاس تا بعد از ولادت چطور رشد میکنه. پیش از اینکه رشدش بفهمیم دکتر سبا، یک معلومات کلی و یک معلومات مفصل باید درباره استراکچر ساختمان هموگلوبین بگیریم. هموگلوبین اول دکتر سایبا بشناسیم، وقتی که شناختیم باز درباره دیولپمنتش هم میفهمیم که چطور دیولپمنت میکنه. دکتر سایبا هموگلوبین خب من مطمئن هستم کل ما شما زیاد شنیده باشیم، ولی ما بعضی از نکات بسیار عمده اینجا آوردیم که هموگلوبین میفهمین که یک ماده است که از هم و گلوبین ساخته میشه. اینجا گفتیم که از هم و گلوبین. هم چی است دکتر سایبا؟ هم یک استراکچر است که از حلقه های پورفیری
ولا آهن ساخته شده، یعنی حلقه های پورفیرین و آهن یک جای میشن هم میسازن و اینا امرای ساختمان پروتینی به نام گلوبین، زنجیرهای پروتینی که از امین اسید ساخته شده به نام گلوبین یک جای میشن هموگلوبین میسازن. اینی ساختمان هموگلوبین میگیم دکتر سیبا، اینی را اینی استراکچر خوب صحیح بشناسین به خاطر که امتحانات بورد یا شما زیاد جای امرای تصویر سر میخونین، امری تاسیس سر میخوان نمی که ببینین بفهمین که نه گلوبین هست که از چی ساخته شده، از زنجیرهای گلوبین. این زنجیرهای پیچ تاب خورده را که ببینین اینا زنجیرهای پروتئینی گلوبین هست و اینی ساختمانایی که مشکل اینجا رنگ آهن نشان داده شده میبینین اینا هم هست که 4 دانه هم در یک هموگلوبین وصل است و 4 دانه زنجیر گلوبین داره میبینین، یک به رنگ‌های مختلف نشان داده شده تا خوب مایده بشناسیم. اینجا رنگ سبز است، سرخ است، گلابی و بنجنی که 4 زنجیر گلوبین است، یعنی 4 زنجیر پروتئینی با 4 دانه هم یک جای میشه و بر ما چی را میسازه؟ یک مولکول هموگلوبین را میسازه. اینا دکتر سایبا هموگلوبین وظیفه چی است؟ ما مطمئن هستم که تو میفهمید که هموگلوبین در بدن ما شما چی میکنه؟ یعنی در قسمتی که هم است، در این قسمتی که هم و آهن است، هم از آهن ساخته شده میفهمید، در این قسمتی که مولکول آهن است در هم، در اینجا اکسیژن وصل میشه، اکسیژن از لنگز ششای ما شما میگیره و کل بدن ما شما میرسانه و دوباره کربن دی اکساید، مواد اضافی کربن دی اکساید که از ایره میگیره و لنگز میبره و از بدن ما شما خارج میکنه. این وظیفه هموگلوبین است. چی یک وظیفه مهم است میفهمید؟ بدن ما شما دکتر صاحب متابولیزم، تولید انرژی، تولید ای تی پی. اینمی خب بدون اکسیژن ممکن نیست، مثلا نمی گلایکولیزس که ما از انرژی تامین میکنیم یا هر پروسه متابولیک دیگه که از دکتر صاحب و دوی مصرف میشه اونا به اکسیژن نیاز داره و این حیات ما شما اکسیژن است و همین که ما هر چقدر تنفس کنیم هموگلوبین نمی بود هیچ فایده نداشت. هموگلوبین است که از همین تنفس که ما میکنیم از لنگز چی میکنه؟ اکسیژن میگیره به کل بدن ما میرسونه، دوباره کربن دی اکساید اضافی میاره در لنگز میده و لنگز رو خارج میسازه. این کار هموگلوبین است و این استراکچر هموگلوبین. یا یک تصویر دیگه از هموگلوبین است دکتر صاحبا، شما حلقه های گلوبین میبینید، یعنی ساختمان پیچتاب خورده زنجیرهای گلوبین است، یعنی زنجیرهای پروتئینی که به نام گلوبین یاد میشه اینا از امین اسیدا ساخته شده. 4 زنجیر است دکتر صاحبا، 2 زنجیر بتا و 2 زنجیر الفا است، این الفا 1 الفا 2 چین، بتا 1 بتا 2 چین. فکر کنید اینا در 4 دانه چینای پروتئینی 4 دانه چی داریم؟ هم وصل است. هم گفتیم چی است؟ هم یک استراکچر است که از حلقه های پورفیرین و آهن ساخته شده که آهن این قسمت وسطش است، این اینجا میبینید و در نیم قسمت اکسیژن وصل میشه. اینا دکتر سبا این استراکچر که خوب شناختین، این یک دانه هموگلوبین است، اینمی در قسمت آهن، در قسمت که آهن است اکسیژن وصل میشه. اینا لازم میفهمین که یک هموگلوبین خیلی چند دانه اکسیژن میتونه انتقال بده، چون 4 هم داره 4 آهن و در 4 دانه آهن اکسیژن وصل میشه. یک هموگلوبین ما 4 مولکول اکسیژن میتونه در بدن انتقال بده. و دکتر صاحب یک چیز بسیار جالب که از شاید شما ای به فکرتان آمده باشه که یک آر بی سی، یک کراویه سرخ خون که دمی هموگلوبین خود کراویه سرخ خون وصل میشه، وصل می باشه و از طریق دمی کراویه سرخ خون اکسیژن و کاربن دی اکساید انتقال میده. اینا دکتر صاحب اینا یک معلومات بسیار جالب میگه که یک دانه آر بی سی، یک دانه کراویه سرخ خون تقریبا 280 میلیون هموگلوبین مولکول داره، یعنی از اینمی مولکولای هموگلوبین که ما دیدیم از این 280 میلیون در یک دانه کراویه سرخ خون ماست. یعنی از حکمت های خداوند است که امو این تعداد میتونه که اکسیژن مورد نیاز بدن ما شما را چیکنه برسانه. خب این یک پتوی، این همون پتوی است که هم ساخته میشه دکتر سیما. من گفتم که هموگلوبین از هم و گلوبین ساخته شده. گلوبین خب پروتین است، سنتز پروتین است، شما زیاد خوانده باشین. و این هم است که چطور ساخته میشه و با گلوبین یک جا شده هموگلوبین از ساخته میشه. دکتر سایبا من این پتوی رو نمیخوام زیاد تشریح کنم، به خاطر از اینکه پتوی ما شما در پاتولوژی سیستم هماتوانکولوژی که پورفیریاز و از سبب مشکل دمی پتوی به وجود میاد که یکی از همین انزایم های مشکل اینمی پتوی مشکل پیدا میکنه و مشکلات پورفیریا را ایجاد میکنه، او جا خواد خواد نمی پتوی را فقط به خاطر یک آشنا شدن شما اینجا یک تصویر شعار دیم که چطور هم ساخته میشه و از امینو اسید گلایسین و ساکسینیل کوی ساخته میشه که بالاخره مراحل مختلف بیوشیمی که سپری میکنه بین میتوکاندریا و سیتوسول و با آخرین حلقه های پروتوپورفیرین و پورفیرین و بالاخره توسط فروشیلاتیز آهندش یا همسنتیز برش میگن آهندش علاوه میشه در حلقه های پروتوپورفیرین و هم ساخته میشه. هم امروی گلوبین یک جای میشه و این استرکچره که برام هم گلوبین یاد میشه ساخته میشه و هم گلوبین هم در RBC چی میشه؟ نصب است. دکتر سبا یه تصویر شیماتیک دیگه است که این تصویر شاید شما زیاد جایا ببینین بفهمین که یه تصویر هموگلوبین است که نی حلقه های گلوبینه
برنگای مختلف نشان دادن و اینی برنگ سبز و آبی که میبینین اینا هم حلقه های چی است، استرکچر هم است که همراه گلوبین یک جای شده و هموگلوبین ساخته. خب دکتر صاحب، حالا هموگلوبین شناختیم، وظیفه‌اش شناختیم، ساختمانش هم شناختیم، اینا رو میگیم سر هموگلوبین دیولپمنت. هموگلوبین دیولپمنت اینا رو یک چطور انکشاف پیدا میکنه در بدن ما شما. دکتر صاحب، ما گفتم که ای از یک ترکیب هم و گلوبین ساخته میشه و گلوبین زنجیرهای پروتئینی است که ما در یک هموگلوبین ما 4 هم داریم و 4 دانه گلوبین داریم، یعنی 4 زنجیر پروتئینی داریم که اینا رو دکتر صاحب این زنجیرهای پروتئینی ما را نامگذاری کردن. این یک زنجیر الفا گفتن، بتا گفتن، دلتا و گاما. این همین زنجیره گلوبین نامگذاری کردن، الفا، بیتا، دلتا، گاما. ایناله اگر دکتر سبا این زنجیره الفا را ببینیم، این زنجیره الفا در تمام انواع هموگلوبین داریم، ما انواع مختلف هموگلوبین داریم A, A2 و F. در تمام انواع هموگلوبین دکتر سبا زنجیره الفا است. ببینید در کلش هست اینه الفا دو، باش اینجا میشه پن استفاده کنم که درست معلوم شد. اینه دکتر سبا الفا دو، الفا دو، الفا دو، یعنی دو زنجیر گلوبین ما در کل انواع هموگلوبین داریم، دو زنجیر الفا را در کلش داریم. اینا رو خیلی چرا میگیم چرا انواع از خیلی فرق داره، چرا یکش ای است، چرا یکش ای دو است، چرا یکش اف است، وقتی که ما در کلش الفا داریم. دکتر صاحب اینجا یک نکته که بسیار مهم است اینا متوجه شوید، گفته که all hemoglobin has two alpha globins other chain determines type، یعنی چین دومش که هستن نوعیت هموگلوبین تعیین میکنه. صحیح است که الفا در کلش هست، اما این چین دومش که هست نوعیت گلوبین تعیین میکنه. سعی کنید ایده کلش فرق داره دکتر صاحب، یعنی ایده کلش فرق داره. باش که بسیار خراب شد که به شما معلوم شوه، اینه میده نشان میدادم که اینه اینی زنجیر دوم شه، ببینین اینی نوعیت هموگلوبین تعیین میکنه، چون اینه می زنجیر دومشان تفاوت داره. اینال دکتر صاحب، هموگلوبین ای که هسته ای چی داره؟ دو دانه الفا داره، دو دانه زنجیر بتا داره. گفتیم 4 زنجیر گلوبین در یک هموگلوبین می باشه. ایناله اینی وقتی که دو تا الفا دو تا بتا داشتیم اینه هموگلوبین ای میگیم. ایناله دکتر سیبا اگر دو تا الفا داشتیم دو تا دلتا داشتیم اینه هموگلوبین ای دو میگیم. اگر دو دانه الفا دو تا الفا داشتیم و دو تا زنجیر گامای گلوبین داشتیم اینه به نام هموگلوبین اف میگیم دکتر سیبا. نظر بینی می زنجیر دومشان نوعیت هموگلوبین تعیین میشه. اینا دکتر صاحب فرق از هموگلوبین ها چی است؟ یعنی این هموگلوبین دیولپمنت که میگیم، اولین هموگلوبین در فیتاس دکتر صاحب هموگلوبین اف، یعنی هموگلوبین فیتاس فیتال جنینی در طفل که بعد از فرتیلایزیشن اینی نق اینی نوع هموگلوبین می داشته باشه که دو تا الفا داره دو تا زنجیر گاما داره. بعد از ولادت یعنی در افراد ادلتس 95% هموگلوبین ای وجود داره و کمتر از 5% هموگلوبین ای دو می سازن. یعنی هموگلوبین ای و ای دو، ای به معنای ادلت است، که از این میتونیم که به این شکل ایده میمورایز کنیم که ای به معنای ادلت و اف به معنای فیتال. هموگلوبین اف در فیتاس است و هموگلوبین ای ای یک و ای دو در ادلت است، که ایش که از شکل کامنش اینه میست که 95% ای می باشه، همین شکلش در ادلت داریم در افراد بالغ و کمتر از 5% هم شکل ای دو را داریم. دیگه این هم یک تیبل بسیار خوبش است درباره هموگلوبین دیولپمنت، میشه که نظر به این هم انکشاف هموگلوبین از زمان امبریونیک رشایمی تا زمان جنینی و ادلتنس ببینیم که به چه شکل تغییر میکنه. دکتر صاحب در زمان امبریونیک کاملا یک نوع متفاوت هموگلوبین ما در بدن داریم که نظر به زنجیره گلوبینش تعیین میشه که او را برام گاور یک میگن. گاور یک چیز دکتر صاحب، یک هسته دو زنجیر زیتا داره دو تا اپسیلون داره. ای بیخی در مروزاکای اولی که بعد از فرتلایزیشن است اینی رقم هموگلوبین می سازن در یورک سک، در یورک سک که همون اولین اصل خونساز است، این شکل هموگلوبین ساخته میشه. بعد از او پورتلند ساخته میشه. پورتلند چی رقم است؟ دو تا زنجیر زیتا دارن، دو تا گاما دارن، اینا گاما می سازن. باز بعد از او گاور دو ساخته میشه. این کلش در مرحله های امبریونیک است، یعنی در هفته های کمتر از 3، کمتر از 3 هفته را ما به معنی امبریونیک میگیم. بعد از 3 تا 8 در فیتال میگیم نه امبریونیک 3 تا 8 ماست و از 9 تا وقت برد فیتال میگیم و ادلت هم بعد از تولد که موسنای بلوغیت میشه. دکتر صاحب این گاور دو هم در زمان امبریونیک است، یعنی قبل از هفته های 9 که در او هم دو الفا است و دو تا اپسیلون است. اینا رو دکتر صاحب بعد از هفته 9 تا وقت ولادت که به نام فیتاس یاد میشه هموگلوبین اف است. هموگلوبین اف دو الفا داره دو تا گاما داره.
وبعد ازوك ادولت مرحله ادولت نس میشه، یعنی هموگلوبین ای شروع به زیاد شدن میکنه، یعنی بعد از تولد و از پسوی ادولت سن رفتن، یعنی به طرف بلوغیت که میریم، اینی الفا 2 بتا 2 تا 95% هموگلوبین بدن ما شما رو میسازه، و کمتر از 5% ای 2 است که دو دانه الفا داره و دو تا دلتا داره. دیگه این می تیبل بسیار تیبل خوب شد، سلاید هم رویتان انشالله شریک خواهد شد، میشه که انیمی را به شکل شیماتیک پیش خود داشته باشین و نظر به دیولومنت هیموگلوبین ارزیابی کنین. دکتر صاحبا کل موضوعات که این جدایی صفحه هست تشریح شده چیز نو نداره، کلش گفتیم که فیتال ایروسوپایزیس گفتیم که اعضای خونساز در کدام هفته ها خون میسازه، کلش تشریح شد. فقط چیز نو که اینجا از دکتر صاحب هموگلوبین دیولومنت هم خواندیم، کل موضوعاتش گفته شد. اینجا یک مسئله بسیار جالبه میگه که فرق بین هموگلوبین فیتال و هموگلوبین ای یک چی است، هموگلوبین ای هموگلوبین هموگلوبین ارلس چی است. دکتر صاحب هموگلوبین اف خو یکی از دو الفا و دو گاما ساخته شده و هموگلوبین ادولتس از دو الفا و دو بتا ساخته شده. اینان اینمی تفاوت گلوبینی سعی کنین یک وضعیت فیزیولوژیک بسیار خوب ایجاد میکنه. اینمی هموگلوبین که است ما گفتیم وظیفه‌اش چی است؟ نسل اکسیژن و انتقالش به تمام بدن است. دکتر صاحب هموگلوبین به یک ماده دیگه که به نام 2-3-اس‌فاسفوگلیسرید یاد میشه که در این در نتیجه متابولیسم و گلایکولیز ساخته میشه در بدن، مثل که با اکسیژن علاقه دارن که وصل شوند، علاقه دارن که با اینمی ماده هم وصل شوند، یعنی یک انتراکشن و افینیتی مایل به همین ماده هم دارن که با این وصل شن. ولی هموگلوبین فیتال که از دکتر صاحب که دو الفا و دو گاما است، مایلش به 2-3-اس‌فاسفوگلیسرید کم است، از شکل عدل زیاد است ولی از این کم است. این بسیار مایل داره که با اکسیژن وصل شود و اکسیژن به خود اتراکت کنه. اینال دکتر سبا ببینید در چه حکمت است، در این حکمتش ای است که در زمان فیتس گسته ما شما خون اکسیژن میگیریم بسیار ساده، خود ما تنفس میکنیم، انسپایریشن اکسپایریشن میکنیم، اکسیژن میگیریم، کاربون دی اکسید میکشیم و بسیار ساده اکسیژن خود تامین میکنیم و هموگلوبین بسیار ساده در دسترسش و بسیار سادگی به هموگلوبین اکسیژن میتیم به دسترسش. اما در فیتس خود نیست و خودش خود نمیتونه که تنفس کنه، او در حیات داخل رحمی متکی به مادر است که مادر برای اکسیژن برسانه، یعنی از یک راه بسیار دور برش اکسیژن بیاید. اینال شما فکر کنین یک بریر قرار داره پلازنتا، پلازنتا خود مثل یک بریر است و از طریق نمی بریر است که مواد غذایی اکسیژن و اینا را از مادر طفل میگیره و مواد زایده مثل کاربون دی اکساید اینا را میده. و دکتر سایبا ای پلاسنتا به شکل بریر است که یعنی وقت که خون مادر میآید یتو نیست که داخل خون طفل شوه و مواد ضروری را ببره، باز خون طفل باز داخل خون مادر شوه و مواد اضافه را خارج کنه. هیچ وقت خون مادر با خون طفل تماس پیدا نمیکنه. این پلاسنتا مثل یک بریر است، فقط چی میشه که اکسیژن از خون مادر کش میشه گرفته میشه و کاربون دی اکساید از خون طفل به خون مادر میره. اینطور است، هیچ اینتراکشن بین خون مادر و خون طفل صورت نمیگیره. از این خاطر دکتر سبا ببینید حکمت خداوند هموگلوبین اف با داشتن دو الفا و دو گاما خود با میل بسیار زیاده که با اکسیژن داره، اکسیژن را از خون مادر کش میکنه میگیره و اینمی کمک میکنه که طفل هم اکسیژن مورد نیاز خود از خون مادر تامین کرده بتونه. اینی فرق هموگلوبین اف از نظر فیزیولوژی با هموگلوبین ای است که بعد از تولد اساسا غلظت هموگلوبین اف کم میشه و هموگلوبین ای زیاد میشه. که دکتر سوا اینا میتونیم در اینی تصویر ببینیم، بسیار اینی تصویر کل این موضوعات را که تالا خواندیم درباره اریتروپویزیس یا هموگلوبین دیولوپمنت اردیش در اینی گراف تشریح شده. سعی کنید دکتر سوا در این گراف چطور نشان میده. اینجا خو در اینی پایین ببینین 12 18 اینا هفته های سن حملی را نشان میدن که طفل 12 هفته 18 هفته بالاخره تولد اینجا برد، شش ماهگی 12 ماهگی و بالاخره به طرف ادالتنس. کل اینمی سنین نشان داده شده در اینمی افقی به شکل افقی و به شکل عمودی هم فیصدی هموگلوبین، نوعیت هموگلوبینی که در طفل وجود داره و فیصدی از اون نشان داده که تا 50% و در این بالا دکتر سایبا میبینید یورک ساک، لور، سپلین و بون مرو. در اینجا دکتر سایبا اعضای خونساز نشان داده. این حال سکر اینجا چطور ما انترپریت میکنیم، چطور تحلیل میکنیم این امی گراف چی به درد ما میخوره. این گراف که درد کنیم در مجموع انتحال کل موضوعات که خواندیم این امی گراف هست. سکر اینجا نشان میده که هفته های اول کاملا هفته های اول 3-8 یورک ساک خونسازی میکنه، عضو خونساز یورک ساک است. سکر لوره ببینید دکتر سایبا تا اینجا خونسازی میکنه که کدام هفته ها میشه؟ تقریبا نیمه هفته های 6 میشه تا زمان ولادت، یعنی تا زمان برد این لور میتونه خون بسازه. اسپلین سکرین در یک مدت خیلی کوتاه بین هفته های 10 الی 28
خون میسازه. و این هم بون مرو، بون مرو از میت پرگنسی، زمان وسط پرگنسی که هفته های 18 میشه، اینه اینجا میبینیم هفته های 18 شروع میکنه تا اینه می ما شما کسی، تا این وقت مخ اعظم خون سازی میکنه. اینی اعضای خون ساز است نظر به این گراف. اینان اینی گراف های دیگه که میبینیم برنگ های مختلف، مثلا این سبز، بنجونی، گلابی، اینا هموگلوبین نوع انکشافش نشان میده. سعی کنید دکتر سیبا گفتیم میخی در هفته های امبریونی، یعنی بین هفته های 3 الی 8 که یولکسک خونسازی میکنن، هموگلوبین یک سکن یولکسک میسازه برنگ سرخ نشان داده شده. هموگلوبینش به نام زیتا و اپسیلون یاد میشه، یعنی نوع گلوبینی که میسازن این نیسته. زنجیرهای پروتئینشان به نام زیتا اپسیلون یاد میشه. سکم دکتر سیبا تک مدت بسیار کوتاه خلاص شده، دیگه ادامه پیدا نکرده. این زنجیر الفا را ببینید دکتر سیبا، ما گفتیم که در تمام انواع هموگلوبین چی اف باشه چی ادولتس باشه، ای در کلشان است. اینه ببینید هیچ تغییر نمیکنه از اون وقتای اول تا وقت برد. سکنین برد اون وقتش ادولت نیست. اینه میدم یک گراف پیش رفته، یک سویه را نشان میده، هیچ کم زیاد نشده. اینه دمی اول بیتا چه قسم است؟ اینی زنجیر بیتاست. اینی سعی کنید در زمان، چون در زمان قبل از ولادت حیات داخل همی گفتیم از نوع هموگلوبین اف داریم. هموگلوبین اف ما چی است؟ دو الفا دو گاما است. بیتا نداریم. سعی کنید بیتا چقدر سوی کم داره. آستا آستا بعد از ولادت خود زیاد کرده میره، به اندازه الفا خود میرسانه که نظر به اینی باز هموگلوبین الف هموگلوبین ای یا ادلتس که دو الفا و دو بیتا زیاد میشه در بدن ما شما. و هموگلوبین دکتر صاحب گاما رو ببینین، هموگلوبین گاما را که هموگلوبین اف می سازه، دو الفا و دو گاما. این چقدر قبل از حیات داخل رحمی سویش زیاد است، اما بعد از ولادت کم میشه، خیلی میشه. این هم در مجموع این همی گراف بمان شما هموگلوبین دیولوبمنت و فیتال ایروتروپایزیس نظر به انکشاف سل از زمان حیات داخل رحمی تا زمان عدد نیست نشان میده. خب دکتر سبا پیش از یک طرف بلاد گروپس برم، خب میشه خیلی آخر سوالاتونه بگیریم. خب اینجا گروپ های خونه میخوانیم. گروپ های خون دکتر سایبا مسئله بسیار بسیار روتین است، بسیار هم رایزی روبرو میشین. مردم هم از شما پرسار میکنه، در شفا خانم هم رای کیس های شما واجه میشین که این کیس هایی که ارتباط میگیره که شما باید یک فهم از بلاد گروپ داشته باشین. در بلاد گروپ دکتر سایبا ما یکی ای بی او سیستم داریم، یکی آر اچ سیستم داریم. ای بی او سیستم و آر اچ سیستم اینال اگر آمیانه تر بگیم که مثلا هر کس میگه که گروپ خون ما ای منفی است، ای مثبت است، گروپ خون ما ای بی مثبت است، صفر منفی است، صفر مثبت است، و اصلا او است مردم ما صفر میگن، زیرو هم میگنش برش. اینال دکتر سبا اینی ای میگیم، بی میگیم، یا ای بی میگیم، یا گروپ صفر یا او که میگیم دکتر سبا، اینی مربوط ای بی و سیستم میشه. وقتی که میگیم منفی و مثبت، مثلا میگیم ای منفی استم یا ای مثبت استم، اونو مربوط سیستم آرچ میشه. که حالا میبینیم که آرچ سیستم چی هست و ای بی سیستم چی هست. خب دکتر سیبا ای بی سیستم نظر به چی تصنیف میشه؟ یعنی نظر به چی گروپ خونه تصنیف کردن، نامگذاری کردن که ای بی سیستم، و نظر به کدام فاکتور میگن آرچ سیستم که باز نظر به اون میگن که مثبت است یا منفی. ای بی سیستم نظر به انتیجنایی که در سطح غشای آر بی سی است نامگذاری شده. دکتر سیبا اینا پوینتر میبینین، اینی آر بی سی است، اینی یک کروی سرخ خون است. اینجا نشان داده سعی کنه دکتر سیوا در سطح غشایش اینی ساختمانکار رو میبینین، اینی یک کلش ساختمانای پروتئینی است، ساختمانای پروتئینی که به شکل ذاتی و طبیعی در سطح غشای آر بی سی موجود است. اینی می ساختمانا کلش به نام آنتیجن یاد میشه، اینی می ساختمانا به نام آنتیجنای آر بی سی یاد میشه که در سطح غشای آر بی سی است. دکتر سیوا سیستم ای بی او نظر به اینی می آنتیجنا نامگذاری شده. اگه یک نفر وقتی که به دنیا میاد به شکل ذاتی در سطح آر بی سیش انتیجنای ای داشته باشه، به نام گروپ خونش به نام گروپ ای یاد میشه. اگه در سطح آر بی سی خود انتیجنای بی داشته باشه دکتر سیبا، اینه باز گروپ خونش بی میگن. اگه انتیجن ای و بی داشته باشه سعی کنین اینه هم انتیجن ای را داره هم انتیجن بی را داره، اینه هم انتیجن ای هم انتیجن بی، اینی را باز ای بی میگن. اگر دکتر سیوا در سطح آر بی سی در سطح غشایش هیچ انتیجن نباشه، یک نفر به می شکل به شکل ذاتی به دنیا آمده باشه، بازو را میگن که گروپ خونش او یا زیرو یا صفر است. صحیح اینال ای بی او سیستم تصنیف گروپ های خون به اساس ای بی او به نمی گفت شده دیگه، به اساس چی شده؟ به اساس انتیجن هایی که در سطح غشای آر بی سی هست. اینال دکتر سیوا ای ای بی او سیستم شد. هر کس گروپ خون ای بود انتیجنش ای است، کسی که گروپ خون بی بود انتیجنش بی است، کسی گروپ خون ای بی بود انتیجنش ای بی است، و کسی گروپ خون صفر است هیچ انتیجن نداره در سطح آر بی سی. و اینمی افراد
به شکل ذاتی در خونشان در پلازمایشان باز یک انتیبادی می داشته باشند. کسای گروپ خونشان ای شد اونا انتیجن ای دارن و انتیبادیشان بی است به شکل ذاتی. دکتر سیبا اینه کسای گروپ خونشان بی است اونا به شکل ذاتی انتیبادی ای می داشته باشند. حالا اگه اینا انتیبادی بی داشته باشند خونشان لایز میکنه دیگه، این انتیبادی می آید یا انتیجن را مورد حمله قرار می ده از بین می بره. ببینید دیام یک حکمت است، این انتیبادی بی نداره، انتیبادی ای داره، چون این انتیجن ای نیست که از بین ببره. اینا یک کسی که با گروه خون بی به دنیا میاد به شکل ذاتی انتیجن بی داره و انتیبادی ای داره، اینه به شکل ذاتی در خونشان موجود است در پلازمایشان. و کسی که گروه خون ای بی داره اینا هیچ انتیبادی ندارن در خونشان. و کسی که گروه خونشان صفر یا زیرو است اینا هم انتیبادی ای دارن هم انتیبادی بی دارن، هر دو انتیبادی را دارن، انتیجن ندارن ولی انتیبادی را هر دو شی دارن. خب دکتر سایبا تا اینجا سوال نیست، بخاطر که من زیاد گفتم نشه که کدام سوال پیشتان باشه و من تو پیش برم. گرفته میتونین این موضوع را که میگم؟ تو باجم؟ دکتر سب تو با ساله مرا داری؟ صدای من داری؟ بله من صورت دارم. صدا اسکرین است؟ کل چیز است برای ذرف سوال را داخل بگیریم به خاطر که باز وقتی کار را بند میکنیم اونجا وقت میشه سوال بکنن. حالا اگه مزید گفت بزنم اونجا نکاس میکنم. درست است درست است. های پیش میگیم. صدا کل چیز است اسکرین آمد ساله. خب دکتر سایبا ای ای بیو گروپ بود، ای بیو گروپ فامیدیم دیگه. حالا میگم سر آرچ سیستم اینمی مثلا میگن این منفی صفر منفی صفر مثبت، اینی مثبت منفی دکتر صاحب مربوط آرچ سیستم میشه. آرچ سیستم چیز ای بی او گروپ خفا میدیم که ای بی او سیستم ای بی او به اساس انتیجنای ذاتی که در سطح غشای اور بسیس به اساس تصنیف شده. آرچ یعنی مثبت بودن منفی بودن خون ما به اساس چی تصنیف شده. دکتر صاحب این چیز سکنه یک گپ بسیار مهمه میگه، میگه مور دن 50 انتیجنز آر پارت اف آرچ سیستم. دکتر سبا اینجا میگه که بیشتر از 50 انتیجن دیگه یک بخش از آرچ سیستم تشکیل میدن، یعنی در سطح آر بی سی که ما اینی بیشتر دیدیم سعی کنیم اینی انتیجن ها را دیدیم، انتیجن ای یا بی یا ای بی یا صفر، تنها این انتیجن ها نیست دکتر سبا، در سطح آر بی سی بسیار انتیجن هاست، اینا خو ممتنه اینا شده بس هاست همین گروپ خون تصدیب شده. بدون از این ما انتیجن های دیگه داریم دکتر سبا میگه، میگه ما انتیجن بعد از ای بی انتیجن سی داریم، انتیجن دی داریم، اگر نظر به ای بی سی نام گذاری کنیم ای داریم، اما تو بسیار میگه انتیجن های زیاد هسته که به اساس اون باقی مانده 50 انتیجن دیگه آرش سیستم تصدیب میشه دکتر سبا. به اساس کلشانی هم بده یعنی 50 انتیجن در بر میگیره که دیگه زیاد مهم نیست، مهمترینشان این انتیجن دی است دکتر سبا. اینی این انتیجن دی یعنی آرچ سیستم به اساس اینی میتسلیم بشه که یک کس که انتیجن دی را داشت میگن که او گروپ خونش مثبت است، یک کس که انتیجن دی را نداشت میگن گروپ خونش منفی است. پس به اساس باقی مانده انتیجن هایی که در سطح کرویات صرف خون است مخصوصا انتیجن دی آرچ سیستم تصنیف میشه. اینا دکتر سبا اینا چی بود؟ مثلا اینمی انتیجن ای انتیجن بی یا اینمی انتیجن های سی دی ای را که خواندیم اینا کلشن میگه پروتین هستن. انتیجن ها رو میفهمیم که ترکیب پروتینی داره مثل انتیبادی ها که در سطح غشای آر بی سی یا ترانس ممبران پروتین هستن اینا میشن. این حالا دکتر سایبا گفتیم به اساس اینمی انتیجن دی آر سیستم تسلیم میشه که کس اگر انتیجن دی در سطح غشای آر بی سی خود داشت میگیم که اون نفر دی مثبت است. خب این حالا یک کسی که انتیجن دی داشت ما برش میگیم آرچ پوزیتیف، آرچ پوزیتیف. کسایی که آرچ نگاتیف هستن انتیجن دی ندارن دکتر سیبا. و موضوع دیگه است که به شکل روتین این انتیجن های دیگه هم گفتیم در پسط آر بی سی بسیار انتیجن هست، سی دی سی کلان سی خورد نامگذاری به اشکال مختلف میشن به شاید هزارها دانه برسه، ولی اینا چون ارزش کلینیکی ندارن هیچ تست نمیشن روزانه سر از هیچ بحث نمیشه در هیماتون فلشی، اما فقط اونمو ای بی او و انتیجن دی که بساس از آرش تایم میشه فقط اینه میارم ما لابراتوار تست میکنیم بس. اینال دکتر سایبا به تقیب از این ما یک مشکل هم میخوانیم در این گروپ های خون که مربوط لایز خون یا تجزیه خون یا هیمولایز خون در نوزادا میشه یا از سبب این نمی آرچ منفی به وجود میاد که شاید شما نشنیده باشین که مثلا مادرایی که گروپ خونشان منفی است و طفلشان گروپ خون مثبت دارن اینا در خطر هستن که میتونن طفلشان به خطر مواجه شوند، البته طفل اولشان نه طفل بعدیشان که ما میخونیم، ولی این نمی واقعا زیاد رخ نمیده
إذا فكرة كانت إن شاء الله زيادة كلينيك بامي مشكلة مع وجهي نامي شيمي بسيار ريال زي بسيار كم زيني موقت إيه بخاطر عزيز كده دكتور سيبوي بسيار أوريج بوزيتيفتي ميجا كومن از يعني تقريبا 83% نجاد كاوكاجيان ونجادای آسیایی تا 98% اینا أوريج مثبت هستن يعني نمی گروپ خون منفی بسیار کم است اصلا 98% ما مردم را داریم که گروپ خونشان چی است أوريج مثبت است اینوله یک موضوعی که بسیار مهم است دکتر سبا و در سوال امتحانات یو سی میلی یا امتحانات بورد بسیار پرسان میشه این است که مثلا یعنی موضوع را بفهمین که مثلا در ای بی او سیستم ما گفتیم دکتر سبا که به شکل ذاتی انتیجن ای می داشته باشه مثلا کسی که گروپ خونش ای باشه به شکل ذاتی گروپ خونش ای است انتی بادیش بی است به شکل ذاتی در خونش است اما دکتر سبا آره چه قسم نیست داره چه سیستم او گپ نیست اینی گپ از یاد در سوالای بورد پرسان میکنن آره چه قسم است دکتر سبا اینا کسایی هستند کسایی که آرچ مثبت هستند انتیژن دی دارند ولی کسایی که آرچ منفی هستند انتیژن دی ندارند اما انتیبادی تو نیست که مثل که گروپ های دیگه اگر انتیبادی امروی خود می داشته باشه اینا انتیبادی ندارند اما دکتر سبا یا چی وقت انتیبادی می سازند انتیبادی از یا به شکل ذاتی در خون یک کس نیست که مثلا یک کسی که انتیژن دی نداره این کسی که آرچش منفی است این به این معنی نیست که او انتیبادی دی داره او انتیبادی دی نداره اما چه وقت می سازه به شکل ذاتی انتیبادی از یک کسی که آرچش منفی است یا گروپ خونش منفی است وجود نداره این وقت ساخته میشه دکتر سبب یک کسی که گروپ خون منفی است گروپ خونش منفی است و آرچ سیستمش منفی است انتیژن دی نداره اما با خونی که با خون اکسپوز میشه که او دی مثبت است یعنی او انتیژن دی داره یا گروپ خون مثبت است یعنی یک گروپ خون منفی وقتی که با گروپ خون مثبت تماس پیدا میکنه در مقابل از او باز انتیبادی می سازه و انتیبادی که میسازه از نوع آی جی جی است ایمونوگلوبولین جی دکتر سبا ایمونوگلوبولین ایم خو میفهمه که به شکل ذاتی میباشه و پلاسنتا رو عبور کرده نمیتونه این ارزش کلینیکی و اهمیت کلینیکی از این که در بورد زیاد پرسان میکنه این نمیست که او دگاه به شکل ذاتی امروی خود یک انتیبادی میداشته باشن و انتیبادیشن آی جی ایم است و او از پلاسنتا عبور کرده نمیتونه اما این که هستم ایمونوگلوبولین جی است که قابلیت عبور از پلاسنتا را داره یعنی از مادر میتونه به طفل چی کنه انتقال کنه و گفتیم وقت ساخته میتونه که یک خون منفی با خون مثبت تماس پیدا کنه که باز اهمیت کلینیکیشه بعدا میشه که دوباره تکرار کنیم در سلایدهای بعدی و اینجا گفته که میکروس پلاسنتا یعنی اینی که هست اینی آی جی جی که ساخته شد ایمونوگلوبولین جی این میتونه باز از پلاسنتا عبور کنه بعد طفل انتقال کنه خب دکتر صاحب مسئله بلاد تایپ تستینگ است چطور گروپ خون تعیین میشه ای اصلا زیاد به ما شما مهم نیست در لابراتوار تست میشه ولی خوب است یک چی داشته باشیم ازش ایده داشته باشیم چطور گروپ خون تعیین میکنن خب گروپ خون دکتر صاحب شاید شما اکثرتون دیده باشین در خود کارهای عملی که در شفاخانه در پانتون بر ما صورت میگیره در شفاخانه دیده باشین که یک سلیت شیشه ای چی میکنن سه قطره انتیبادی میندازن که انتیبادی A است انتیبادی B است و یعنی انتیبادی میندازن در روی یک شیشه که انتیبادی A اینجا فقط یک شما نشان دادیم خب عین کار امرای هر سیش میشه که سه قطره انتیبادی A B و انتیبادی D میندازن دکتر سیبان ایده میندازن بعد از اون خونه همین نفره که میخواین تست کنن که گروپ خونش چی است ایده اینم یک قطره خونش است سر اینم سه نوع انتیبادیش میکنن خون پیشنت میگیرن خون مریضه سر اینم انتیبادی میندازن سایس خون اکثر از انتیبادی انداختن اناله دکتر سیبا اگه ای نگاتیو باشه این نفر درست است اگه ای پوزیتیو باشه اگه ای پوزیتیو باشه ای چی میکنه اگلوتینیشن میکنه این تو یعنی انتیبادی ها با آنتیجن ها چی میکنه تماس پیدا میکنن و اگلوتینیشن صورت میگیره و اگر یک شخص که گروپ خونش منفی باشه اگلوتینیشن صورت نمیگیره انتیبادی ها جدا آنتیجن ها یک طرف اینال دکتر سیبا در کلینیک شما چطور میفهمید که اگلوتینیشن خود نیست که بگید ما اگلوتینیشن چطور شما خود دیده نمیتونید اگلوتینیشن اما مو تظاهر ظاهری که شما در اگلوتینیشن میبینید است که وقتی که اگر یک نفر خونش در روی آنتیبادی ای انداختی و دفعتن ما به فارسی من میفهم بردک میگیم چی میگیم تو جدا جدا میشه خونش امو تازگی خود از اسم میتا تو جدا جدا میشه به شکل خود از اسم میتا و نشان دهنده است که تعامل صورت گرفته و گروپ خونه همون نفر نظر به میتل میشه که حتما انتیجن ای داشته که امره انتیبادی ای تعامل کرد خیلی نظر به این میگیم که گروپ خونش ای پوزیتیو است اگه هیچ تغییر نمود باز میگیم ای نگاتیو و امره آرچ هم میبینیم که اگه اون تغییر کرد میگیم آرچ مثبت اگه نکرد آرچ منفی خود دکتر سیوه موضوع تا خود قبلا گفتیم ولی اینجا کل شده یک سلاید جمع کردیم
ده سلايد اخر كي من جروب اي خونه مثلا ارش سيستم اي بي سيستم كل شيء خان ام اي جي كل شيء جمهوري كريم ويك سلايد مكمل كل شيء سوختم ك امو اهميه الكلينيكي كل شيء جمهوري كده دكتور سبا ينمي بينن ك كاسه كي جروب خونش اي استا او بي سي شياس انتيجن اي داره كاسه كي جروب خونش بي است انتيجن بي داره كاسه كي اي بي است انتيجن اي بي داره كاسه كي صفر است اتش انتيجن نداره و کسی که آرچ است انتیجن دی داره و کسی که آرچ منفی است هیچ انتیجن ندارن انتیجن دی را نداره البته تفهم گروپ انتیجن سون آر بی سی اینجا انتیجن های شکشان داده که این انتیجن ای است که گروپ خون ای است این هم انتیجن بی است و این هم ای بی و گروپ خون صفر هیچ انتیجن نداره این هم انتیجن دی را شکل شلشان داده و این هم که آرچ انتیجن دی که نداره و اینجا انتیبادی ها را نشان میده که در گروپ های خونی ای بی او به شکل ذاتی موجود نمی باشد. دکتر سبا اینه در گروپ خون ای ما انتیبادی بی داریم که از نوع آی جی ای مثل اینه. آی جی ایم انتیبادی های ذاتی است که نمیتونه پلاسنتا را بور کنه. اینه از گروپ خونی بی ما انتیبادی ای است آی جی ایم. از گروپ خون دکتر سبا ای بی اینه ایچ اینا انتیبادی نداره و گروپ خون اوی ما و گروپ خون اوی ما کسته انتیبادی ای و بی دارن. اینا دکتر سبا سعی کنین خب گروپ خون صفر ما که به شکل ذاتی هیچ انتیجن ندارن ولی انتی بادی ای و بی ندارن و از نوع آی جی ام و آی جی جی است. ببینین آی جی جی و آی جی ام یعنی اینا هر دو نوع انتی بادی را دارن. حتی بعض وقتا میتونه که انتی بادی آی جی جی از پلاسنتا عبور کنه مشکلات به وجود بیاره، یعنی گروپ خون صفر چی آی جی جی ام می داشته باشه. دیگه اینا از نظر آرچ سیستم میبینیم کسایی که انتیجن دی دارن انتی بادی دی ندارن و دکتر سیبا کسایی که آرچ منفی گروپ آرچ منفی هستن اینا انتیجن ندارن انتی بادی دی هم ذاتی ندارن. این نقطه را پیشتر گفتم ذاتی انتی بادی دی ندارن کسایی که انتیجن ندارن ایتونس که انتی بادی دی ندارن. اینا وقت انتی بادی را میسازن به شکل کسبی میسازن، یعنی هر وقت که گروپ خون منفی آرچ منفی با آرچ مثبت تماس پیدا کرد در مقابل انتیجن های از انتی بادی میسازه که از نوع آی جی جی است. یک انتی بادی های ایمونوگلوبین های کسبی است که در مقابل یک انتیجن ساخته میشه و این میتونه پلاسنتا رو عبور کنه و مشکلات از این میجا به وجود میاد که کسایی که گروپ خون منفی دارن از این میجا میتونه مشکل به وجود بیاد. دیگه ارتباط کلینیکیش چی است؟ دکتر سبین علی کسی که گروپ خونش ای است از کی میتونه خون بگیره به کی میتونه خون بده اینی مسئله که از شما بسیار شاید مردم های عامه پرسن کنه که مثلا گروپ خونم ای است کی میتونه به من خون بده. اینال شما این از چه جواب میدین؟ کسی که گروپ خونش ای است انتیجن ای داره انتی بادی بی داره دیگه. اینال دکتر سبا از کی باید خون بگیره؟ معلوم داره است دیگه از ای باید بگیره. اگر از بی بگیره اگر از بی بگیره ای انتی بادی بی داره، ی انتی بادیش خو اینی یار از بین میبره هیمولایز صورت میگیره در خونش. از این خاطر ای تنها میتونه از خود گروپ خودش و از گروپ صفر که هیچ انتیجن نداره خون میگیره و به کی میتونه خون بده؟ خون میتونه هم به خودش به هم گروپ خود بده و هم به ای بی میتونه بده، چرا که دکتر سایبا یعنی کامپتیبل آر بی سی تایپس تو جنیت، یعنی به کی میتونه دونیت کنه؟ هم به گروپ خون ای و یعنی هم به خودش میتونه بده و هم به گروپ خون ای بی میتونه که خون بده. خب همون قسم گروپ خون بی از دکتر سبا اینا میشه ببینین که از خود بی میتونه بگیره و از او میتونه که بگیره و با بی و ای بی میتونه که به توام تو اینی گروپ های خون دیگه اینا کلش هم ببینین. خود مسئله آره چگه بیایم یک کسی که گروپ خونش مثبت است با او فرق نمیکنه، او میتونه از گروپ خون مثبت خون بگیره هم از گروپ خون منفی بگیره. مثلا کسی که ای آره چه مثبت است ای آره چه مثبت است او میتونه از ای آره مثبت هم از ای آره منفی، یعنی از یک کسی که خونش ای مثبت است و هم ای منفی است از هر دوی از یو میتونه بگیره، هیچ فرق نداره. و ولی با کی تنها داده میتونه؟ تنها با آره چه مثبت باز داده میتونه خودش. یعنی اگر دکتر سیبا چرا به خاطر از یک سکرین داره چه منفی باشی میگیم داره چه منفی یک کسی که گروپ خونش منفی است میتونه که فقط از گروپ خون منفی بگیره، ای از گروپ خون مثبت گرفته نمیتونه. میبینی اینجا گفتیم که آرچ مثبت تنها به خود مثبت میده و منفی داده نمیتونه. چرا دکتر سبا ما گفتم که هر وقت خون منفی امر خون مثبت تعامل کرد باز آنتی بادی میسازه که آنتی بادی باز باعث هیمولایز میشه. از اون خاطر ای تنها از آرچ میگیره و بعد کی داده میتونه؟ اما منفی هم میتونه به مثبت بتن به منفی، چرا که شما اگر آرچ منفی رو به آرچ مثبت بتنیش گپ نیست، چون خوبی از آنتی بادی به شکل زادی نداره، ای انتیجن داره، ای به شکل ذاتی انتی بادی نداره. اما اگه تو اینی رو انتیجن بگیره به کسی که نداره بتی ای انتی بادی میسازه به مقابلش. خب ای گروپ های خون بود و این ارتباط کلینیکی دو
مشكل يو ديزيز اللي كما قلت ممكن مرتبط ماشي بجروبا يخون وسيستم اوريجو وسيستم اي بي او انجي الى كوتا تشتي ممكن دكتور سيبو هيمولايتيك ديزيز اوف فيتس اند نيو بيرن يعني امو افات لايس كنندي خون كي تجي خون صورت ميگيره در در فيتس در جنين و يا هم نوزاد اذا بنام ايريترو بلاستوز فيتال سميت ميكنن يعني امو تجي شدن خون در جنين يا در نوزاد این میگه برام هیمولایتیک دیزیز اف نیو برن یاد میکنن دکتر سایبا دی بدو دلیل میتونه با وجود بیه یا مشکل آرچ است یا مشکل ای بی او است این اول در کلینیک چطور یا رو شما تفکیک میکنین چطور میفهمین که نمی مشکل هیمولایزیس که در طفل با وجود اومده ای مشکل ای بی او است یا آرچ است دکتر سایبا سعی کنین اینا رو مقایسه وار میخونیم اینتراکشن چه میبینیم میکانیزمشان که دای چی رخ میده دلیل دای چی است پرزنتیشن چی است طفل که مشکلش آرچ است او چی رقم معلوم میشه در کلینیک چطور مشکلات هم داشته باشه و طفلی که مشکلش ای بی او است ای چی رقم تظاهر از خود می داشته باشه دیگه دکتر سیبا تریتمنت و پروینشن است که این اگر مشکل آرید باشه چه قسم تداوی میشه و اگر مشکل ای بی او باشه چطور تداوی میشه خب دکتر سیبا چی میگن خب در آرید دکتر سیبا ببینین اینتراکشن چی میگن یعنی چی با چی تماس میکنه که نمی مشکل آرچ با وجود میاد مادری که آرچ است یعنی مادری که خونش منفی است و طفلش خون مثبت داره دلیل اصلی میگه نمیست که خون منفی امروی خون مثبت تماس میکنه درست است دکتر سیبا اینا دکتر سیبا شاید شما سوال کنین که من خب بیشتر خب اینا میشه پسندتر بگیم جالب میاد خب اینا دکتر سیبا در میکانیزمش چی میگه میگه فرست پرگننسی پیشنت اکسپوز تو فیتال بلاد often during delivery formation of maternal anti-IgG این اول دکتر سیبا ما پیشتر برای شما گفتم شما شاید پرسان که ما قبلا گفتم که هیچ وقت خون مادر و طفل تماس پیدا نمیکنه و ما یک چیز دیگر هم گفتم که به شکل ذاتی یک نفر انتیبادی نداره نی این اول مادر که منفی است و طفل که مثبت است این اول تا که یک نفر که خونش منفی است با خون مثبت تماس نکنه این چطور انتیبادی ساخته شاید شما میده بگین که خون مادر و طفل خود تماس هم پیدا نمیکنه امیگه پس دکتر سیبا در طفل اول هیچ مشکل نیست تا طفل اول هیچ مشکل نیست مادر که خونش منفی است و طفلش خون مثبت می داشته باشه تا طفل اول هیچ مشکل ندارن چون ما گفتم به شکل ذاتی کسی که گروپ خونش منفی است و آنتی بادی در مقابل آنتیژن دی نداره اما باز چی میشه دکتر صاحب وقتی که ولادت صورت میگیره در جریان دلیوری در جریان دلیوری وقتی که پلاسنتا جدا میشه یک نقطه خون طفل داخل خون مادر میشه خون مادر طفل اون وقت تماس پیدا میکنن و وقتی که درسته خون طفل مثبت باشه آرچش مثبت باشه آنتیژن دی داشته باشه خون مادر در مقابل از حساس میشه آنتیبادی میسازه و بعد طفل بعدی و آنتیبادیش هم گفتیم از نوع کسبیس آی جی جی است که پلاسنتا رو میتونه برکنه و بعد طفل بعدیش بسیار خطرناک است که در صورت که طفل بعدیش مثبت باشه یه چی میکنه این آنتیبادی های خود روان میکنه از طریق پلاسنتا و اون آنتیبادی ها باعث لایزس خون فیتس میشه این میکانیزمش است دکتر سیبا انشالله که فهمیده شده باشه یعنی یه گفته subsequent pregnancy the first pregnancy هیچ مشکل نیست بخاطر از اینکه طفل خون طفل مادر تماس پیدا نمیکنه یعنی انتیبادی نداره مادر ولی بعد از اینکه وقت دلیوری واقع میشه و خون طفل مادر تماس پیدا میکنه مادر آی جی جی میسازه که بعد طفل subsequent pregnancy یعنی در pregnancy های بعدیش باید یک خطر ایجاد میکنه این حال دکتر سبا یک طفل که در نتیجه origin compatibility بعد نیامده کدام مشکلات داره دکتر سبا یک طفل است که چون گفتیم چی میشه طفل که مثلا مادرش انتیبادی ساخته در مقابلش روان میکنه از طریق پلاسنتا در خودش می بی سی ازیر لایز میکنه اینا آر بی سی لایز شد هموگلوبین تجزیه میشه هموگلوبین که تجزیه شد سوی که از تجزیه مواد که از تجزیه هموگلوبین بعدش میاد خب میفهمیم که بیلوردین و بالاخره بیلوروبین است که بیلوروبین وقتی تنمو پیدا کرد باعث جاندایس یا زردی در طفل میشه و همچنان هایدروپس فیتالیس چون دکتر سبا هیمولایزیس رخ میده در طفل در خون طفل تجزیه خون رخ میده امو فاکتورهای هایدروستاتیک و اونکوتیک یعنی پروتینا و امو فاکتورهای مایعی که در داخل اویه حجم داخل اویه را حفظ میکنن اینا بر هم میخوره حجم داخل اویه تغییر میکنه یعنی مایعات بیرون میشه و طفل یک طفل پوندیده هایدروپس میباشه و دیگه اینمی این طفل مال میشه طفل که هایدروپس هست و جاندیس داره جاندیس شام چی رقم دکتر سبا شاید اینا پرسن کنین که زردی خود یک نوزاد نرمال است سیس دردی نرمال که است معمولا تا 24 ساعت یا دو روز بعد تا
دو درست بعد دکتر صاحب تو درست بعد یعنی درست بعد از تولد معمولا زردیای فیزیولوژیک درست بعد از تولد تحسس میکنم باز اونا تا 2 هفته دوام میکنن ولی این زردی که ما در آرش میگیم این دفتن بعد از تولد طفل زردی پیدا میکنه یعنی دفتن دیگه میتولد که شد ممکن طفل با زردی باشه و یا دفتن بعد از تولد زردی پیدا کنه که مشکلات دیگه هم که می باشه دکتر وقتی که بیلیروبین زیاد شد میفهمین که چون همولایز است شکل ان کانجوگیت زیاد است یعنی شکلی که هنوز داخل کبد نمیاد و کانجوگیشن صورت نگرفته که او شکلش میتونه که بلاد برین بریر رو عبور کنه و داخل دماغ طفل شوه و به طفل کنکتراس ایجاد کنه یعنی اعراض و مشکلات دماغی مثل سیجر اختلاج و این چیزا هم میتونه پیش طفل ببینیم اینا دکتر صاحب تداوی از چی است این سوال زیاد خانم ها از شما حتما پرسال میکنن اقاربتان شاید پرسال کنند که این گروه خون من منفی است و پیش دکتر نسای ولادی رفتم برای این تو گفت که تو این خطر هستی خیلی ما چی کنم دکتر سایبا شما باید همه قدر برش گفته بودن این که یه تشویش نکو یه مشکل کلان نیست رای حل داره یه پروینشن داره پروینشن و پایه داره تو میتونی طفل بعدی تا حفظ کنی چطور که دکتر سایبا ما برای زینا چی میتیم؟ پروینشن شده است که برای زینا انتی دی آی جی جی داره میشه یعنی در مقابل انتیبادی زده آی جی جی برش داده میشه و این چی وقت داده میشه دکتر سایبا به مادر که حمل داره گفتیم این حملش حمل اولش مشکل نداره در ترایمستر آخرش در ترایمستر آخر و همچنون در میده فتن بعد از ایک ولادت میکنه اونم دو دوز برش داده میشه دو دوز انتی دی آی جی جی برش داده میشه که این چی میکنه دکتر سایبا مثلا وقتی که طفل تولد میشه و این خون طفل با خون مادر تماس پیدا میکنه یعنی آنتیجنش با طفل خون مادر تماس پیدا میکنه و ما مستقیم به مادر آنتیبادی میداده باشیم آنتیبادی ضد آنتیجن دی مستقیما این آنتیبادی که ما دادیم میره آنتیجنای طفل از بین میبره و نمیمونه که خون مادر حساس شوه و خودش در مقابل طفل آنتیبادی بسازه و طفل بعدی در خطر قرار بگیره درست است که نمیره به نام روگم یاد میکنه شاید شما زیاد در کلینیک شنیده باشه نامش روگم یا آنتی دی آی جی جی خب این مسئله آرج شد اینا دکتر سبا ای بی او هیمولایتیک دیزیز چیست و فرقشون با آرج چیست ای زیاد واقع نمیشه و بسیار شدید هم نیست این شکل ای بی او نادران واقع میشه چون و وقت واقع میشه دکتر سبا یک به شکل باشه که مادر گروپ خونش او باشه اما طفلش ای یا بی باشه یعنی مادر خودش گروپ خونش صفر است اما طفل ای و بی هسته اینا چی میشه دکتر زایبا ما گفتیم کسایی که گروپ خون او داره اینا بشه یک بار میشه بریم پس اینا کسایی که گروپ خون او دارن اینا هیچ آنتیجن ندارن آنتیبادی ای و بی دارن و دکتر زایبا گفتیم آنتیبادی شنا میتونه از نوع آی جی جی باشه اما از نوع آی جی ام باشه آی جی ام خب پلاسنتا رو بور کردن میتونه آی جی جی میتونه اینا لازم خاطر مادرای که گروپ خون او دارن و طفلشان او نیست مثلا ای یا بی است گروپ خون ای یا بی است سه که اینا باز آنتیجن ای اگر ای باشه آنتیجن ای داره اگر بی باشه آنتیبادی آنتیجن بی داره و این مادر است که آنتیبادی هم در مقابل ازی داره هم در مقابل گروپ بی داره از این خاطر یک خطر ای بی این کامپتیبیلیتی میتونه ایجاد شوه البته تا کل مادرانی که ما به 100% کل مادر است البته مادرایی که سوی آی جی جی در اونها زیاد است یعنی از این نوع آنتیبادی های ای و بی در شکل آی جی جی زیاد دارن و ای از قبل ساخته شده که به شکل ذاتی داشته باشن بازی میتونه که پلاسنتا رو عبور کنه و باعث اینمی مشکل هیمولایزیس در طفل شوه اینال دکتر سبا ای چه قسم یک طفل است چطور فرقش میکنیم از یک طفل که با آرش اینکامپتیبلیتی با دنیا آمده ای طفل است که جاندیس داره زردی داره اما زردیش کم است چون ما گفتیم هیمولایزیس دیگه زیاد شدید نیست کم میباشه و معمولا زردیش هم دفتن یعنی تو طفل نیست که با زردی به دنیا آمده باشه یا دفتن بعد از تولد زردی پیدا کنه بلکه زردیش در 24 ساعت تا یک روز تحسس میکنه پیدا میشه و دیگه که زیاد شدید هم نیست و تداوی از این چیز دکتر سایبا این تداوی داره این بیور کامپتیبیلیتی داره این تداوی میشن این مریضا چی میشن یا فوتوتراپی میشن یا اکسچنج ترانسفیوژن میشن میفهمی اکسچنج ترانسفیوژن یعنی خونشان تبدیل میشه که این آنتی‌بادی هایی که از مادر در مقابل آنتیجن های زیاد آمده و نمو را میکشیم پلازمایشان تبدیل میشه ترانسفیوژن میشه خونشان تبدیل میشه یا هم فوتوتراپی میکنیم فوتوتراپی که نمو آنتیبادی ها را توسط انرژی فوتو از بین میبرن که آنتیبادی که از مادر آمده این را میکنیم فوتوتراپی این تداویش است که به شکل مقایسه‌ای اگر ببینیم این آرش اینکامپتیبیلیتی و این بیو اینکامپتیبیلیتی این شکل شدیدتر و پریزنتیشنش هم متفاوت‌تر تداویش هم متفاوت‌تر و این با دلایل پریزنتیشن های متفاوت‌تر هستن
خب ايه در کل موضوعات بود که مربوط به بلد گروپ و مشکلات است که زیاد شما چی در شکل با مردم عام شاید سر بخورین، یعنی در کلینیک زیاد این موضوعات میتونین ببینین و در بورد در امتحانات بورد زیاد از این موضوع سوال میشه. دیگه دکتر سپا بلد ترانسفیوژن هستم، نقل دم یا خون، انتقال خون که کس خون میگیره. ایجا زیاد روی دیتیلش نمیریم، فقط نقاط بسیار اساسی که ما شما باید بفهمیم این است که نقل دم کدام مشکلات هم مثلا کسی که خون میگیره کدام مشکلات میتونه پیشش ایجاد شوه و ریلیتد پرابلمز با بلاد ترانسفیوژن چی هستن. و دیگه دکتر صاحب یک معلومات جزئی حداقل عمومی در مورد داشته باشیم که وقتی که کس خون داده میشه این چی میگیره، کدام محصول خون میگیره. خون خب میفهمین که از اجزای مختلف ساخته شده، یکی خون حجرات خون است، یکی پلازما است، سل مثلا دبلیو بی سی است، آر بی سی است، پلاتلت است، و دیگه قسمت پلازما مایع خون است که حاوی امو فاکتورهای کوگولیشن و فاکتورهای معافیتی و پروتئینای دیگه می باشد. اینا دکتر سبب محصولات مختلف میتونه ترانسفیوژن صورت بگیره، پکت آر بی سی است که پلازما کاملا ازش دور شده و فقط آر بی سی است که به کس داده میشه. معمولا میگه دلیلش این است که مثلا یک مریضی که زیاد برش مایعات داده شده، ولیوم داده شده، میخوایم غلظت پس بالا ببریم برش آر بی سی میتیم. دیگه دکتر سبب پلاتلت است، صفات دمی میتونه نظر به ضرورت داده شوه، یعنی فقط صفات دمی. دیگه مثلا پروداکت بعدی ما فرش فروزن پلازماز اف پی که ای امو پلازمای خون است، کل حجرات جدا میشن، آر بی سی، دبلیو بی سی، پلاتلت جدا میشن و فقط مونه پلازما را که حاوی پروتئینای خون و همچنین کوگولیشن فاکتورا، اینا را دکتر سایبو با سکلاتینگ فاکتورا را میخوانیم که اینا چی هستن. ان در بخش فیزیولوژی و اینا خود خواندیم. این می به مقدار زیاد در پلازما جایش در پلازما دیگه در پلازما است و وظیفه علاقه ساختن خون دارن، لخته کردن خون دارن و از خونریزی جلوگیری میکنن. مریضایی که مثلا وارفارین گرفتن، هپارین گرفتن و در خطر خونریزی هستن یا مثلا امروز یک دوا تسمم کردن و خونریزی دارن و اونا و نمیتونن مثلا بدن خودشان هم توانایی نداره که خونریزی را استاپ کنه، یک علاقه ایجاد کنه، ما به اونا فرش فروزن پلازما میدیم که حاوی مقادیر زیاد کلاتینگ فاکتور است. اینمی برش داده میتیم که پی تی پی تی تیش نرمال کنیم. دیگه کار پرسیپیتیت است دکتر سیبا، ایام امو فرش فرزن پلازما را به شکل پرسیپیتیتش است که یعنی مقادیر، یعنی شکل رسوب کردیش که حاوی مقادیر زیاد اینمی کلاتینگ فاکتور است که در وقتی که بیخی نسوی فیبرینوژن و کلاتینگ فاکتور زیاد باشه یا یعنی بیخی کم باشه باز کار پرسیپیتیت این شکلش داده میشه. دیگه در کل اینی پروداکت هایی است که ترانسفیوژن صورت میگیره. دکتر سایبان اینا نه مسئله کلینیکش چی است که مثلا یک کس نقل دم میشه ترانسفیوژن صورت میگیره، با تعقیب ترانسفیوژن کدام مشکلات امکان داره پیش بیاد. دکتر سایبان مشکلاتی که از ترانسفیوژن میتونه پیدا شوه، پنج مشکل میتونه که دفعتا بعد از اینکه کس خون میتین خون میگیرن این پنج مشکل ممکن است ایجاد شوه. میتونه اکوت هیمولایتیک ریاکشن واقع شوه، آنافیلاکسیس ایجاد شوه، فیبرال ریاکشن ایجاد شوه که هر کدوم از زیر آله میبینیم که چی است، میتونه ترالای و بسیار بسیار مشکلات دیگه ایجاد شوه مثل هارت فیلر و سپسس که مهمترینشان اکیوت هیمولایتیک ریاکشن، آنافیلاکسیس، فیبرال ریاکشن و ترالای است. دکتر سایبا HTR یا اکیوت هیمولایتیک ترانسفیوژن ریاکشن چیست؟ دکتر سایبا این امو اختلاط است که ما زیاد یعنی وقتی که خون داده میشه و مریض اینمی اختلاطی که زیاد ازش ترس می داشته باشن اینمی دفعتن مریض هیمولایزس میده، یعنی خونش به طرف لایز میره، به طرف تجزیه شدن میره. و دکتر سایبا دلیل چی است میگن؟ میگه دلیل این است که اینمی قبل از قبل اینمی نفر در خونش انتیبادی داشته در مقابل خونی که میگیره، در مقابل دونر آر بی سی، در مقابل خونی که گرفته یه انتیبادی در خون خود داشته، از این خاطر هیمولایز صورت میگیره، این ریاکشن از این خاطر صورت میگیره. و این ریاکشن هم میفهمید دکتر صاحب تایپ 2 هایپرسنسیتیویتی ریاکشن است. انشالله در مبحث ایمنولوژی، صنف ایمنولوژی موضوع تشریح خواهد شد که شاید گفته شود که تایپ ما 4 نوع هایپرسنسیتیویتی یا فرط عکس عمل داریم، تایپ 1 2 3 4 که تایپ اول ما که اثر به خاطر آنافیلاکسیس رخ میده که هیستامینا آزاد میشه از مسل دگرانولیشن، تایپ 2 ما که اثر انتیبادی در مقابل انتیجن عمل میکنه و تایپ 2 هایپرسنسیتیویتی است و این شکل هم چون انتیبادی در مقابل انتیجن عمل میکنه تایپ 2 هایپرسنسیتیویتی گفته میشه. و تایپ 3 ما که از دکتر سایبا انتیبادی با انتیجن ها یک جای میشه و در قسمت های مختلف به شکل کامپلکس رسوب میکنن و مشکلات به وجود میارن. و تایپ 4 ما که از شکل دیلیت هایپرسنسیتیویتی است که او مربوط لیمفوسایت های بی و تی میشه، ولی این شکل اکوت هیمولایتیک ترانسفیوژن ریاکشن مشکلی که بعد از نقل دم صورت میگیره این مربوط تایپ 2 هایپرسنسیتیویتی میشه. و
دكتور سوا دليل چیز مثلا یک مریض خون دادی دفعه نیم مشکل پیش آمد بفهمین که دلیلی است که حتما خون غلط دادیم حتما اینکرکت بلاد پروداکت داشت مثلا یک نفر گروپ خون ای بوده ما گرفتیم به او گروپ خون بی را دادیم ی خود نال کس گروپ خون ای است انتیجنش ای است انتیبادی بی داره دیگه تو گرفتی گروپ خون بی را به ای دادی ی معلوم دارست که انتیبادی ازی تا مقابل انتیجن از او عمل میکنه و هیمولایزیس سبب میشه اینال مهمترین دلیلش اینه که گروپ خون غلط داده میشده باشه و یک مشکل بسیار تهدید کننده حیات میتونه باشه میتونه دفعتن باعث هیمولایزیس شوه انتیبادی ها خون لایز کنن هم داخل اویه هم اکسترا واسکولر و باعث مشکلات دی آی سی شود دکتر سایبر دس ایمینیت انترا واسکولر کاگلیشن که در قسمت های مختلف دویه های خورد به مقدار زیاد علقه خون یا لخته خون ایجاد میشه که مشکلات زیاد به وجود میره استروک به وجود میره که این موضوع را زیاد نمیخوام توضیح بتم به خاطر که در بخش پاتولوژی ان شاء الله تشریح خواهد شد دیگه مریض مثلا دفعتن تب پیدا میکنه لرزه پیدا میکنه بغلش درد میگیره فرانک پین اوزینگ فرام انتروینس سایتس در طرف نایک شما انتروینس چی کردین کاتیتر داخل کردین از اونجا این تو خون تراوش میکنه یعنی چیزایی که دفعه شما رو مشکوک میسازه که این مریض به اون طرف رفته دیگه چون هیمولایزیس رخ میده سبی بیلیروبین زیاد میشه جاندیس الیویتد بیلیروبین و دارک یورین و امو ادرارش غلیظ میشه رنگش تیره میشه و کامستست هم دکتر سبا بعدا انشالله در پاتولوژی توضیح خواهد دادیم یک تست است که وقتی پیش از اینا اجرا کنی که دیده میشه که انتیبادی و انتیجن ریاکشن کرده اون رو نشان میده این پیش از اینا پوزیتیو است دیگه گفتیم مهمترین دلیلش است خون غلط به کس داده میشده باشه که یک مشکل سیستماتیک است حتما درست تست نشده که خون غلط برش داده شده از این خاطر توجه صورت بگیره که خوب گروپ های خون صحیح تعیین شوه انتیبادی خوب سکرین شوه پیش از اینکه خون داده شوه کراس مچ شوه که خون شخصی را که میخوایم بدیم امروز یک کراس مچ شوه که خون امروز مچ میکنه نمیکنه دیگه مریض خوب انتخاب شوه تا این مشکل پیش نبیه دیگه دکتر صاحب مشکل دیگه که میتونه در نتیجه بلاد ترانسفیوژن به وجود بیاد آنافیلاکسیس است آنافیلاکسیس دکتر صاحب مثل که پیشتر گفتم تایپ 1 هایپرسنسیتیویتی است یعنی فرد عکس العمل از تایپ 1 است که مربوط به دیگرانولیشن مهاجرات مستل میشه که هیستامین آزاد میکنن اینا هیستامین که آزاد شد دکتر صاحب میفهمین چه مشکلی به وجود میاره هیستامین باعث توسعه هایی کدام مشکل است؟ خب مشکلی است فقط فقط دکتر سبا از وقت پرسان میکنند که چه خلاص میشه خب دکتر سبا چند سوال سلایت مونده؟ فقط یک دو سه سلایت مونده و کامو دونیم فکر میکنم یک دو سه دقیقه مونده خلاص میکنیم انشاء الله زیری رو من شیر میکنم من فراموشم شد تو باجان میبخشی امور خیلی شیر کو تا وقتا که دکتر سایبا پر کردن یک دو سلایت مانده خلاص میکنیم انشاءالله خوب است درست است خیلی من پیش میرم دکتر سایبا آنافیلاکسیس ای یک نوع دیگه ریاکشن است که میتونه کسی که مثلا خون میگیره دفعتا پیش ایجاد شوه ای تایپ یک است هایپرز فرد عکس العمل تایپ یک است که در نتیجه دیگرانولیشن مسکل به وجود میاد هیستامینا آزاد میشه هیستامینا گاز آزاد میفهمین دیگه دکتر سایبا باعث توسعه اویه و اویه که توسعه کرد هیو امی پوت که ما میگیم هیفز یا اینمی اصطلاح فارسیش پوت میگن پوت میکشن مریض دفعتن انجویدما پیدا میکنن اطراف چشمشان پونیده میشه دفعتن خورخور میکنن نفسشان میگیره هایپرتنشن پیدا میکنن اینی نشان دهنده یک آنافیلاکسیس است دکتر سیبا و دلیل از این چیست ما تایپ یک گفتیم که دلیل از او هیمولایتیک است معمولا خون غلط میگرفته باشه مریض دیگه از دکتر سیبا در مریضای رخ میتن که اینا ایمونوگلوبولین ای کم دارن بدنشان کسایی که آنتی بادی ای را کم دارن دکتر سبا آی جی ایمونوگلوبولین ای را کم دارن و به اینا وقتی خون بدی و مثلا خونی را که میگیرن پلازما را مثلا به اون نفر پلازما میدی و در اون پلازما آی جی ای وجود داره که آی جی ای یک انتیجن حساب میشه با کسی که نداره باز در مقابل از او آنتی بادی میسازه آنتی آی جی ای میسازه و اینا باعث نیمه مشکل آنافیلاکسیس میشه تداویش چیست دفعتا باید خون قطع کنیم دیگه به مریض خون تیر نکنیم مثلا دیدیم مریض انجوری ما پیدا کرد پت کشید دیگه با استاپ ترانسفیوژن و اپینفرین و آنتی هیستامینا برش میدیم اینی تداویش است دیگه دکتر سایبا ریاکشن فیبرایل است یعنی مریض دفعتا تب میکنه این شکل است که مریض هیمولایزیس رخ نمیده یعنی خون لایز نمیشه اما مریض دفعتا تب پیدا میکنه تب پیدا میکنه لرزه پیدا میکنه
و دلیلش هم دکتر سبا سایتوکین هسته. اما خون را که دادین سایتوکین را می فهمین که فاکتوره است که باعث اونمو ایجاد یک حادثه التهابی و حتی باعث تنبیه مرکز حرارت در تلمس و باعث ایجاد تب میشه. یعنی اونم خون را که میتین در خود هاوی مقادر مختلف سایتوکین ها داره که اونمو کروات سفید خون را ساخته. وقتی که میتین باعث ایجاد تب پیش مریض میشه و از این خاطر از بسیاری خونهای را که میتن اول لیکوردکشن میکنن. اول لیکوردکشن چی مانا که دبلیو بی سی شمیگ دور میکنن که نمی سایتوکینا ساخته نشه پیش مریض تب ایجاد نشه. دیگه دکتر سبر ترانیستا یا ترانسفیژن ریلیتد اکیوت لنگ اینجوری این هم یک ریاکشن دیگه است که میتونه در نتیجه نقل دم به وجود بیاید یا در نتیجه انتقال خون گرفتن خون پیش یک کس به وجود بیاید که به خاطر این ترانسفیژن دفعتا لنگ از اینا لنگشان اینجوری میبینه ششایشان که میگه دلیل چیست که اینمی خون دکه میگیرن باعث فعال شدن نوتروفیلا میشن نوتروفیلا که در لنگ هستن این توسط نمی بلاد پروداکتس فعال میشن و باعث آزاد شدن سایتوکینا و ریاکتیو اکسیژن اسپیسیز و انزایم‌های مختلف میشه که نمی انزایم ها راس و سایتوکینا باعث تخریب اویه اندوتل اویه پلمونری میشه و وقتی که اویه تخریب شد باعث از این میشه که مایع خارج شود و همچنان باعث پلمونری ادما بشه مریض شود. دیگه دکتر سبا هر وقت یک از ریاکشن ها دیده میشه پیش مریض چی فبرایل باشه چی لنگ اینجوری و مو تظاهرات که دفعتاً انافیلاکسیس است یا مریض همولایز است میتا یگانه رایی که ما داریم اینه که دفعتاً باید استاپ ترانسفیژن شه یتو نشه که مثلا یک کس با وجودی که میبینه که مریض ریاکشن نشون داده وضعیت پیش ببره و در امتحانای بورد هم میله پرسان میکنه که وقتی که یک وضعیت پیش اومد مهمترین آپشن شما چی میتونید بکنید بهترین راه اینه که اونم دخه باید نقل دم استاپ شه. دکتر سبا درس امشب ما همیتی خلاص میشه رفرنس هایی که ما استفاده کردیم ویدیو های بورسن بیاند و سلاید های بورسن بیاند است کتاب فرست اید است بانک سوالات یو ورلد هم ارانتی همو کیس هایش اینجا گفتیم میشه که باز بعدن هم ریتر شریک کنیم و همچنان بعض از سایت های تی بی و تصاویر اینا از اونا گرفته شدن. دیگه همینجا درس ما خلاص میشه دکتر سبا. خب دکتر سبا یک سوال دارم. خب میخواییم پرزنتیشن رو بازتر میشه که کس دکتر سبا که سوال داشته باشن سوالش نمیگیریم به وقت هم پوره است و معذرت یک دو دقیقه بیشتر شد چون این موضوع ریکوردم قطع کنم. آه درست است. خب کی سوال دارم باش ما اسکرین رو ببینم. میشه دکتر سبا دست خدا بلند کنین